در دو روز گذشته مهمترین و داغ‌ترین بحث در میان مردم افغانستان همین بود که نگران هستند از وضعیت موجود پیش آمده در فضای سیاسی افغانستان، به دلیل اینکه تأثیر مستقیم گذاشته بر اقتصاد، بر زندگی اجتماعی، سیاسی و حتی کاروبارشان، به دلیل اینکه انتخابات ریاست جمهوری نتیجهش به تأخیر افتاده و بدون شک بر وضعیت کلی کشور هم تأثیر میگذاره. البته دیروز ما گزارش مفصل از بازرگانان و سرمایه گذاران افغانستان را داشتیم که اونا هم به شدت نگران بودند و حتی گفتند در موارد با رکود اقتصادی هم مواجه شدند و عده هم تصمیم گرفتند که کاروبارشان را متوقف کنند. این مسئله واقعا برای افغانستان نگران کننده است و مشخصا برای آینده سیاسی. اما تصمیم را که کمیسیون های انتخاباتی میگیره و مشخصا حالا که کمیسیون شکایت های انتخاباتی مسئولیتش از در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تصمیم بگیره، مهمترین مسئله همین است که تصمیم خوب اینا سرنوشت آینده افغانستان را میتونه به درستی رقم بزنه. اما اینکه کمیسیون شکایت های انتخاباتی با موجودیت 16500 شکایت درج شده در این کمیسیون که امروز کارش را در ولایت آغاز کرده، میتونه در زمان تعیین شدهش کار را به پایان برسانه یا نه، دست های انتخاباتی چقدر زمینه نظارت برشان فراهم است از کار کمیسیون شکایت های انتخاباتی و اینا چقدر امیدوار هستند که کمیسیون شکایت های انتخاباتی بتونه به درستی این روند را به پایانش برسانه. و همچنان کمیسیون شکایت های انتخاباتی امروز گفته که بیشترین شکایت هایی که اینا ثبت کردن مربوط میشه به جنجال رای، این که گفته شده رای های کیها زیاد است و رای های کیها کم. روی جزئیات این مسائل با نماینده های دسته های انتخاباتی ثبات همگرایی و دولت ساز بیشتر بحث خواهد کردیم. اما ابتدا همکاران اشاره میکنن یک گزارش انتخاباتی میبینیم. در چهارمین روز رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، روند بررسی در 34 ولایت کشور آغاز شد. در سه روز گذشته کمیسیون توانسته 16500 شکایت ثبت شده در این کمیسیون را دسته بندی کند و به ولایت های مربوط بفرستد. این نهاد میگوید که شکایت ها را به 16 دسته تقسیم بندی کرده است. از این میان کابل با ثبت 2300 شکایت، ننگرهار 2321 شکایت، کندهار 2000 شکایت، هلمند 1438 شکایت، پکتیا 1247 شکایت و کاپیسا با ثبت 1176 شکایت بیشترین شکایت ها را داشته است. اما کمترین شکایت ها در ولایت های بامیان، پنشهر، سرپل، دایکندی، سمنگان و جوزجان بوده است. من 34 ولایت امالی که خدمت شما بیان کردم، 90% امی شکایات در اونجا رسیده. اونا مروند تصنیف و بررسی خود را خوشبختانه شروع کردن. بله. کمیسیون شکایت های انتخاباتی ولایت کابل امروز اینجا روند بررسی شکایت ها آغاز شده است که به گفته مسئولان بیشترین شکایت ها در پیوند به تفاوت رای ها ثبت شده است. دقیق ما چون امروز اولی بررسی ما هست، صرفا ما وقتی که شکایت ما درج کردیم در سیستم دیدیم بزرگترین شکایت در مورد تفاوت آرا هست. این شکایت ها باید در 15 روز بررسی شود، اما با توجه به حجم شکایت ها کمیسیون مطمئن نیست که بتواند کارش را در زمان تعیین شده تکمیل کند. کنیم به لحاظ کمبود نیروی انسانی اینا فکر نکنم در تاریخ معین، یعنی احتمال از یه که در امی تاریخ معین تمام نشود. آگاهان انتخاباتی میگویند که کمیسیون باید به گونه مستقل کار کند و زیر بار فشارهای سیاسی نرود. توپ در میدان کمیسیون شکایات است که باید طبق قانون به وظیفه خود عمل کرده، به شکایات ها رسیدگی کنه و آنچه که نتیجه برآمده از رسیدگی شکایات هاست میشه به مردم افغانستان، به کمیسیون شکایات، به کمیسیون انتخابات بفرسته و اونا طبق قضیه مکلف است که اعلان کنه. انتظار می رفت با اعلام نتیجه ابتدایی تنش و جنجال های انتخاباتی کمتر شود، اما با اعلام نتیجه موجی از اعتراض ها و شکایت ها بلند شد. اکنون دیده شود که کمیسیون شکایت های انتخاباتی پس از رسیدگی به 16,500 شکایت می تواند به جنجال های انتخاباتی نقطه پایان گذارد یا اینکه روند انتخابات با چالش های دیگر روبرو خواهد شد. صحبتی که با نهادهای ناظر انتخاباتی هم داشتیم، اونا هم نگران همین مسئله هستن که 16500 شکایت را کمیسیون شکایت های انتخاباتی شاید در زمان تعیین شده نتونه بهش رسیدگی کنن و زمان بیشتر میگیره. اما چقدر دسته های انتخاباتی آماده این هستن که اگر وقت بیشتر گرفته شود اما دقت لازم صورت بگیره را قبول دارن. روی این موارد بیشتر بحث میکنم. دکتر شفق قواتی، سخنگوی ستاد انتخاباتی
دولت ساز و همچنان آقای رحمت الله زلاند عضو ارشد ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی اینجا در استودیو با من هستن. مهمانان شما را خوش آمدید میگم. آقای خواتی، اجازه بدین این گونه بپرسم، اگر زمان شکایت ها بیشتر شود، یعنی زمان بررسی شکایت ها از سوی کمیسیون شکایت های انتخاباتی، اما نتیجه برای شما مورد قبول باشه، این مشکل نداره؟ هرچند به لحاظ قانونی قید زمانی خودش را داره کار کمیسیون شکایت ها. به نام یاد خدا، با سلام احترام خدمت شما جناب آقای زلان و بینندگان محترم. طبیعی است که از طولانی شدن این روند نتایج و نتایج نهایی که این بار در دامن کمیسیون افتاده و در واقع وظیفه کمیسیون شکایت انتخاباتی هست، هیچ کسی سود نمیبره. ملت متضرر میشه، اوضاع اقتصادی کشور همچون که شما اشاره کردید به شدت تحت تاثیر فضای انتخاباتی قرار گرفته و تا حالا هم این دو سه ماه در واقع یک خسارات بزرگ را بر اقتصاد مملکت وارد کرده بدون تردید. و معطلی ها و وقفه هایی که ما در اعلام نتایج ابتدایی داشتیم، خدا کند و ما هم آرزو داریم که کمیسیون محترم شکایت انتخاباتی سریعتر رسیدگی کنه. طبیعتاً پیش بینی و برآورد مهمی هست که اگر کمیسیون شکایت انتخاباتی بر اساس و تقویمی که اعلام کرده رسیدگی هم نتواند دقت لازم را به کار بگیره، نهایتش 5 روز یک هفته، بیشتر تأخیر لازم نیست، یعنی به لحاظ تکنیکی. اما چیزی که همواره سبب به تأخیر افتادن و توقف پروسه شده، مداخله تیکت ها بوده. شما میدانید که بسته شدن دفاتر ولایتی در 7 ولایت تقریبا ما را خیلی از پروسه‌ای که به صورت طبیعی داشت پیش می‌رفت به تأخیر انداخت و نهایتاً بازگشایی شد. اگر این مداخلات انشاءالله در کار کمیسیون شکایت هم متوقف شود و بگذارن که به لحاظ تکنیکی کمیسیون شکایت کار خود انجام بده، بر فرض هم که در طول از این مدت که خودشان اعلام کردن نرسن، نهایت 4 روز 5 روز با وقفه 4 روز 5 روز به نظر میرسه ما حدس میزنیم که میتونن و امورات رسیدگی بکنن و در نهایت نتایج نهایی را اعلام بکنن. اما وقت بحث مداخله را مطرح میکنین، چقدر فکر میکنین که کمیسیون شکایت ها اعضای ارشد این کمیسیون که کمیشنران هستند حالا زمینه سازی کردن برای اینکه زمینه مداخله فراهم شود؟ مداخله خب همیشه سمت کمیسیون فراهم نیست، اگرچه خب ما اظهارات یکی از کمیشنران کمیسیون انتخاباتی کمیسیون شکایت زود هنگام میبینیم، چنان که معاون اولی تکید انتخاباتی دولت ساز هم در پرس کنفرانس اشاره کرد، متاسفانه به داوری پرداخت قبل از اینکه شکایت ها دستشان برسه، قبل از اینکه تصنیف بکنن، قبل از اینکه موعد رسیدگی شوه. خب بالاخره یک سری اظهار نظرهایی انجام داد که خلاف اصول و خلاف طرز العمل ها و خلاف قوانین معتبر کشور بود. منتها تا اکنون ما نمیدانیم که متهم بکنیم کمیسیون که اینا زمینه مداخله را فراهم میکنه. زمینه مداخله بیشتر از بیرون بوده، به این معنا نبود که کمیسیون انتخابات هم زمینه را برای مداخله فراهم کرد و بعد تیکت ها مداخله کردن. مثلا کمیسیون انتخابات هیچ وقت دوست نداشت که یک ماه بیشتر کمتر دفاتر ولایتیشان برای بازشماری ها را متوقف باشه و این فشار تیکت های دیگه بود که در واقع سبب شد پروسه متوقف شود. فعلا هم ما در کار کمیسیون به صورت کلی شک و تردید نداریم و استقلال کمیسیون رو به رسمیت میشناسیم. منتها بعضی اظهار نظرها و بعضی موضع گیری های فردی بعضی کمیشنران، گاهی چنان که در کمیسیون انتخابات هم رقم بود، یک نفر در واقع کل آرا را به یک رقمی کل انتخابات به گروگان گرفته بود، مداخله میکرد و بعدش تا حالا هم این مداخله جریان داره. به جای اینکه کمیسیون بگذاریم که کار خود انجام بده، در واقع توصیه میکنه، نامنگاری میکنه، اینا همه خلاف مقررات هست در واقع به یک شکلی. به هر ترتیبی ما فضای رسانه‌ای هم مهم هست. یک چیزی که خدمت شما یادآوری بکنم، آزادی بیان الحمدلله در افغانستان به قدری وافر وجود داره، ولی آزادی بیان مورد استفاده خوب قرار نمیگیره در بعضی موارد. گاهی فشار رسانه‌ای بیش از حد سر کمیسیون ها، پیش داوری ها و این که در رسانه ها مطرح شده و اینی قدر تقلب شده یا اینی قدر فلانی متهم است و اینی طور است، این خودش یک محکمه ای را که در حال جریان هست، شما به لحاظ حقوقی رو باید علمای ما، حقوقدانان ما و همچنین علما به لحاظ شرعی اظهار نظر بکنن. وقتی که ما میرسیم در پای محکمه، فعلا کمیسیون شکایت یک محکمه هست، محکمه رسیدگی به شکایات، اگر فضای رسانه‌ای و فضای عمومی به گونه‌ای باشه که به لحاظ روانی هی فشار بیارن سر از اعضای کمیسیون، خواهی نخواهی به لحاظ روانی و این نهاد تحت تاثیر قرار میده. به نظرم بگذاریم که این نهاد در یک فضای آرام کار خود بکنه، حالا خدا کنه نتیجه هر چه باشه. آقای خواتی، یک بحث در مورد رسانه ها شما مطرح کردین، یعنی رسانه ها هیچ نوع پوشش نداشته باشن از کار؟ چرا پوشش داشته باشن؟ محدودیت وضع میکنه؟ من یک رسانه مشخص را نمیگم، خب گاهی در بعضی رسانه ها
بعضی گزارش های نشر میشه فضا رو بسیار سیاه نمایی میکنن و داوری، یعنی مقدار رای باید باطل شود یا یعنی مقدار رای باطل هست، اینا خود به خود سر از اینا در واقع به یک نحوی روی کمیسیون شکایت خواهی نخواهی تاثیر میگذاره. ما میگیم رسانه ها نمیگیم بحث وجود داشته باشه، اتفاقا کمک صورت بگیره و حتی گلایه وجود داشته باشه از کمیسیون ها، اما پیش داوری ها در مورد آرا و در مورد نتایج انتخابات از سوی کمیسیون ها و برخی گزارش هایی که گاهی در بعضی رسانه ها میبینیم بدون اطلاعات کافی در واقع به یک نحوی داوری کردن، این سبب میشه که حتی کمیسیون شکایت هم به یک نحوی تحت فشار روانی قرار بگیره. ممنون. آقای زالان، مشخصا شما در مورد کار کمیسیون شکایت های انتخاباتی، با وجودی که بیشترین شکایت را شما ثبت کردین در کمیسیون شکایت های انتخاباتی، فکر میکنین در زمان تعیین شده ای که کمیسیون برش تعیین کرده کار خود را بر مبنای قانون انجام داده بتونه؟ حالا از همین حالا هم یک سلسله نگرانی های بسیار خرد و کوچکی وجود داره در مورد کارکرد اعضای کمیسیون شکایت های انتخاباتی، تا ما با دامو سناریوی تکرار شده که در کمیسیون مستقل انتخابات تکرار شد و حداقل میتونیم گفته که استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر مبنای زو زیر پرسش رفت و تردیدها در مورد کار کمیشنران بسیار زیادن بالا بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. استاد و خواتی سب د افغانستان متدین ولست سلامون احترامات وړاندې کوم. مخکې له دې چې د بحث ته تاسو سوال جواب تراشم، دومره وایم چې کمیسیونونه مستقیل وو خود انتخاباتو کمیسیون چې کومه سناریو جوړه کړه د دغه بدبختۍ یا د موږ زیات شکایتونه د مغې له ادرسه راغلي دي. راځم د تاسو د سوال ځواب ته. رښتیا چې شکایتونه ډېر زیات دي، دا شکایتونه په دومره کم وخت کې څیړل بیا په هغه صورت سره چې څنګه لازمه دی رسیدګي کول کمیسیون به یې ونشي کولی، ځکه دا یو انساني نیرو ته ضرورت لري، اندومره پرسونل ته ضرورت لري چې دا وڅېړل شي. دا په وخت زمان که څوک ترنه هیله و ارزو لري فکر کوم دا به صحیح نه وي، ځکه چې کمیسیون دومره توانایي هم نه لري او د شکایتونه هم ډیر په مختلفو شکلونو سره شوي دي. لومړی د موږ ټیم چې کوم شکایتونه کړي دي، څه باندې 8000 شکایتونه مو کړي دي، دا په حقیقت کې تر 14000 رسیږي چې هر شکایت د موږ څو بنده لري، په هر یوه کې څو شکایتونه درج شوي دي. دا چې هلته لاړ شي هر یو بیل بیل څېړنې ته ضرورت لري، هر یو بیل بیل موارد لري، بیل بیل اسناد لري چې دغو تر اسناد ته رسیدګي کوي هم په دې وخت کې دوی نشي کولی. لومړی د پکتیا په ولایت کې تر 1280 شکایتونو موږ ثبت کړي، زه خپله د پکتیا یم، نو هغلته موږ ته معلوم دي چې په هر محل او هر صندوق ته او هر بایومتریک آلې ته رسیدګي ونشي، دا نشي څېړلی او دا هم یو وخت ته ضرورت لري. نو فلهذا دوی په دې خپل وخت دا کار نشي کولی چې د کومره وخت دوی دپاره تعین شوی دی. خو بیا هم توقع لرو چې دوی به خپل کوشش وکړي، نهایي کوشش به وکړي او خپله هڅه به وکړي. خو د موږ ارزو او هیله له کمیسیون څخه دا دی چې د انتخاباتو کمیسیون سناریو بیرته په شکایتو کمیسیون کې تکرار نه شي. دوی قوي موضوعګیري وکړي، هغه موضوعګیري وکړي چې څو وخت مخکې دوی یو مشورتي ناسته جوړه کړه، په هغې کې دوی فیصله وکړه چې موږ ته به قانون لوایح او طرزالعمل متبادل. یک مورد را که آقای خواتی بهش اشاره کردن بسیار مهم است، تردید در مورد این که مبادا در کار کمیسیون شکایت های انتخاباتی مداخله صورت بگیره از سوی دسته های انتخاباتی، همونطور که در کار کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفت. حداقل شما نگران این مسئله نیستید؟ یو مونږ هم له دې چې داری ځکه انتخابات لا تر اوسه پورې کمیسیون خپله دنده نه دی شروع کړې، خپل وظایف نه دی شروع کړي، دولت ساز ټیم چیغو غورځي شروع کړي دي چې دغلته یو کمیشنر دی د ثبات و همګرایه طرفدار دی. دا په خپله د دې معنی لري چې په دغه ځای کې دوی کومې غلطۍ کړي، له خپلو غلطیو له خپلو ناروا کړنو ډارېږي. کله چې موږ پښتو کې یو متل لرو، وایي چې غل نه یې له پاچا هم مه یېرېږه. نو ته ولې یېرېږې د دې نه چې کمیسیون یو کمیشنر ویلي دي چې د انتخابات به دوهم دور ته ځي؟ دا خو د کمیسیون د انتخاباتو خپله دنده ده، چې د شکایتو خپله دنده ده چې په خپله دا ځواب ووایي. خو زه د یو افغان په صفت دومره ویلی شم چې په هغه مشورتي ناستې کې دوی یوه پرېکړه وکړه چې په هغې پرېکړه کې داسې وي چې غیر بایومتریک رایې به یا هماغې وخت نه مخکې وروسته رایې به موږ ته قابل د قبول نه وي. نو د هغې نه په استنباط دا کمیشنر حق لري چې ووایي د یو افغان په صفت چې هغه رایې چې غیر بایومتریک دی چې باطل شي انتخابات دوهم دور ته ځي، او دوی ولې تر نه ډارېږي د دې مسئلې نه؟ زه نه پوهېږم. او دوه هم دا چې کمیسیون دا خبر کړی دی، هغه کمیشنر کړی دی چې موږ به دا شکایتونه کوم ځایو کې چې نظارت نه دی شوی د سره به موږ څېړو. فکر کوم دیرشمه ماده پنځم بند حکم کوي چې کمیسیون حق لري چې هر ځای بیرته بررسی
اولار شي غدسانه بش سر بشماري وکي نو ولي دوی د قانون نداري کې د خپل قانون هغه ته حق ورکړی دی په هغه ولایتو کې چې د مونږ ناظرین نشتون درلو د پاوشتو ولایتو کې ته د مونږ حق جوړیږي چې مونږ غلطه بیرته د سر نه نظارت کوو د مونږ شهیتونه هم ډیر په همدغه موارد دي پنده غو ژوند باندې دي نو مونږ دغه ځې تلار شو دوی هم د دین نه نداريږي وخت چې دوی سره مشکل نشته غلطي نه دی کړی مثلا کمیشن کومه تربتن نه دی کړی خلاړ دي شی ودی شمار خیر دی لاس روزي بزيات دي سی بل لاس روزي د خپل وخت نه زیات وي نه قالت په میاشتو دربار ونی و خلاص رز دلته هم زیات شي بل مونږ د دولت ساس ټیم څخه جدي غوښتنه کوي چې هغه مداخله یا هغه کارونه چې په انتخاباتو کمیسیون کې تر سره کړل د شکایت کمیسیون کې لاغو اجتناب وکړي پریږدي د خلک خپل کار ته چې خپل قوانین خپل طرز عملونه عملي کړي د هغو مطابق رفتار وکړي مخکې د وخته د دوی چیغې نه جوړوي مخکې د وخته د جنجال نه جوړوي مخکې د وخته یو کمیشنر نه متهم کوي تر څو هغه دوی ته په یو موضوع کې کینی جنجال جوړ کړي ځکه که زه پوس په تانې یو انتقاد وکړم ته انتقاد مې هم غیر قانوني غیر مواجه وي ته مجبور یې چې ماته به ځواب راکوي وخت ته ځواب چې راکوي د یو دربار نسي د موږ تاسې غادي بس وخت خرابوي نو دوی نه هم د موږ دا غوښته نه ده چې هغه ته چې حکومت کړنه کومه سناریو تر سره کړه دلته دی نه کوي بسیار کوتاه یک مورد را اشاره کړین در مورد 8500 شکایت که شما درج کردین و گفتین هر شکایت هم شامل چندین مورد راست چه قصد فکر میکنین خب کمیسیون شکایت های انتخاباتی یک چیز را که به ما حداقل در تازه ترین مورد گفتن امین است که شکایتی که اسناد نداشته باشه و مستدل نباشه او را میتونن اینا رد کنن بر فرض چقدر از شکایت های شما رد خواهد شد از سوی کمیسیون شکایت های انتخاباتی؟ زه پا اغلب گمان ویلشم چې دیمونگ دیر شکایتونه بنا ردیگی دیر کم شکایتونه بوی چه غبرات شی زه که دا امکان لدی چه رد شی زه که اغلی دوی دنده ده دوی پا دنده که ما مداخله نکوو ولی دیمونگ از چی زمرا شکایتونه کردی دیر طول دی اسناد سره دی او مستند اسناد سره دي شاید داسې شکایتونه هم دي موږ کې د دوی مخې ته راشي چې هغه سره مستند اسناد نه وو دوی مواجه و نه ګڼي ولې دوی حق لري چې هغه رد کړي او موږ به په دواړو سترګو منو جنجال به هم نه کوو خو موږ غواړو د دوی نه عدالت غواړو د دوی نه د خپلو لوایحو طرز العملونو او د قانون تطبیق غواړو که کله دا تطبیق کړل موږ د دوی هرې پرېکړې ته احترام لرو ممنون وقفه کوتاه میگیریم دوباره برمیگردیم دوباره خوش آمدین ادامه بحث آقای خواتی یک چیز برعکس شده قبلا اینا میگفتن که شما در کار کمیسیون مستقل انتخابات مداخله میکنید و بر فرض یک اصطلاح جالب را به کار میبردن که شما شدین سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات حالا شما میگین که شاید یکی از کمیشنرها در تبانی با دولت ساز یک چنین پیشداوری را ببخشید در تبانی با ثبات همگرایی یک چنین پیشداوری را کرده باشه چرا خب شما مجموعه گزارش ها رو ببینید همه چیز شفاف و روشن هست خب یکی طبیعی است این ثبات یک استراتژی هایشان همی بود که در واقع کمیسیون به یک نحوی ربط بده برای جمهور در حالی که ما بارها مطرح کردیم جامعه افغانستان شهروندان افغانستان همه میدانن که اینمی کمیشنران از طریق حزب معرفی شد برای جمهور در اینجا یک رای در برابر 15 16 رای داشت که بقیه نامزدها داشت و تنها کسی که نفر نداشت جمهور بود به خاطر اینکه جمهور هیچ حزبی نداشت که وابسته به او باشه اما فقط با یک اتهام بسیار بدون سند و بدون مدرک اینا به تیم دولت ساز وابسته است تیم دولت ساز که در رأسش رئیس جمهور بوده این را ما به صراحت میگیم خود از کمیشنرها بپرسید از حتی ما کمیشنر معترضی که ما میگیم در واقع انتخابات مختل کرده بود به گروگان گرفته بود از امو یک دفعه بپرسید که آیا رئیس جمهور چند بار اینا را دید چند بار خواست اساسا قاعده حکم صادر شده بود در خود ارگ تصویب شد قبل از انتخابات که رئیس جمهور به صورت انفرادی هیچ کمیشنری را نبینه به صورت دست جمعی هم زمانی ببینه که اونا خودشون یک اجندای مشخص داشته باشه اما وقتی که ما میگیم تیم محترم ثبات مداخله میکنه نیازی به شاهد نداره خود شما میدانید کمیسیون همیشه دستور صادر میکردن جناب سعادتی معاون دوم اتیکت چند بار هشدار دادن که در رسانه ها همینطور صراحتا در پرس کنفرانس که اینطور کنه تیم کمیسیون اینی تو تصمیم بگیره یا اینی تو کار بکنه و از اون طرف در رسانه ها هم شما میدیدین و در پرس کنفرانس هایشان که دستورات صادر میکردن سر کمیسیون و ما هیچ وقت مداخله نکردیم در کار کمیسیون این که این اتهام که ما به عنوان نقش سخنگوی کمیسیون پیدا کردیم خب یک امر طبیعی رو شما ببینید وقتی کمیسیون تصمیم میگیره روند به پیش میبره ما هم بیایم مثل اونها حمله بکنیم بر کمیسیون که درست نیست ما تا جایی که کمیسیون
تشخیص دادیم که بر اساس طرز العمل بر اساس یک رویه معروف معقول پیش میره. یک بحث بسیار مهم است آقای خواتی، که شما پس از این که نتیجه ابتدایی اعلام شد شما هم معترض شدین بر کمیسیون مستقل انتخابات، هرچند اون زمان تایید میکردین که باید بر مبنای قانون کار میکنه و مو برش اجازه بدید. دقیق ببینید، یک زیر سوال بردن کمیسیون یک گپ است، استقلالیت کمیسیون زیر سوال بردن یک گپ است، اعتراض و گلایه داشتن یک گپ دیگه است. در هیچ جای قانون نیامده که کسی شکایت نکنه. اساسا شکایت ممکنه تعمد نبوده باشه، ممکنه خطا باشه. ما مثلا الان مواردی داریم که خود کمیسیون محترم اومده در اجده قوس و ما ایمیل زده 500 محل رو گفته که اینا ترانسفر نشده، و بعد از دو روز دوباره در ایمیل بعدی مجموعه از اینا رسیده به 1300 محل. خب این 1300 محل یک رای قابل توجهی هست، در حدود 65000 رای هست خود کمیسیون، و بعدن بدون کدام سند و مدرک و دلیلی که به ما توضیح بده چرا اینا ترانسفر نشده، چرا حساب نشده، باقی مونده. خب آیا ما سر از شکایت نکنیم؟ دو چیز از هم تفکیک بکنیم. ما هیچ وقت استقلالیت کمیسیون زیر سوال نبردیم، هیچ وقت نگفتیم که کمیسیون و عنوان کمیسیون انتخابات کلیتش زیر تاثیر تیم ثبات هست یا تیم نبیل هست یا تیم حکمتیار صاحب است. ما هیچ وقت اتهام وارد نکردیم، حالا میتهام وارد نمیکنیم، سر کمیسیون شکایت هم اتهام وارد نمیکنیم، ولی ما ناظر رفتار تک تک کمیشنران هستیم. اونجایی که انتقاد داشته باشیم، اعتراض داشته باشیم، مطرح میکنیم. یا حالا که ما اعتراض کردیم، در واقع اعتراضات ما بسیار مستند و مستدل و همراه با داکومنت هست که به کمیسیون شکایت تقدیم کردیم. مثلا خواهی سوال ما نداشته باشیم که وقتی معیار در ملوک هست، در ملوک سقف آرا را 1,843,100 رفت را اعلام میکنه به ما، بعد کمیسیون چطور 1,824,401 را اعلام میکنه؟ یعنی 18,706 را اینجا ناپدید هست. آیا اینو گم شد؟ چی شد؟ کجا رفت؟ خب ما این شکایت بکنیم یا نکنیم؟ ما کار نداریم که کمیسیون ایره از عمد حذف کرده، ما اتهام وارد نکردیم یا خطایی بوده، برای ما باید توضیح بده. سر نظامی ما حق داریم شکایت بکنیم و تمامی تیم ها شکایت حق داره. بنابراین ما کلیت کمیسیون زیر سوال نبردیم، استقلالشان زیر سوال نبردیم، ولی خطاها و خبط و خطاهایی در کارشون بوده که اعتراض داریم. از حجم شکایت هایی که درج کردین گفتین همش مستدل است، یعنی امکان نداره که کمیسیون بعضی از این شکایت ها را بیرون بکشه؟ خب بیرون کشیدنش اگر توسط کمیسیون شکایت انتخابات بیرون میکشه، برای ما با استدلال ما رو قانع میکنه، خب ما میپذیریم، ولی تا این لحظه ما کاملا مستند و کاملا مستدل با همه داکومنت ها. مثلا فیصله 105 کمیسیون اعلام میکنه در بسیاری از موارد و نمو تطبیق فیصله 105 شون که در مورد برخی آرایی بوده که دیوایس ها یا در واقع همی اس دی کارت ها گم شده بود، در مورد از یک فیصله داره که برخلاف از او فیصله خود عمل کرده. مثلا از باب نمونه 101 محل در ولایت ننگرهار مطابق فیصله 105 عمل نشده. خب ما شکایت کردیم و سند داریم که فیصله 105 تون اینی تو میگه ولی عملی نشده، یعنی در واقع این محلات انتقال نیافت از مرکز در واقع گزارش های رزلشه تا به از ولایت به چی مرکز. بنابراین ما برای تک تک شکایات خود سند ارائه کردیم، دلیل داریم و دلیل ما طرز العمل ها هست، مصوبات خود کمیسیون هست. بنابراین به دلیل ما حجم چیز خود بالا نبردیم شکایت های خود، و الا ما میتونستیم 8000 یا 10000 یا 20000 ثبت بکنیم. منتها چیزی را که مستند بوده شکایت کردیم، و امیدوار هستیم که کمیسیون محترم شکایت انتخاباتی بدون تاثیرپذیری از فضای عمومی یا از فضای اتهامات یا فشار کدام تیم ها به اینا رسیدگی بکنه، و هر تیم دیگری هم که شکایت داره خدا کنه یک رایش گم است، صد رایش گم است، رسیدگی شوه. ما فعلا بری باور هستیم که در حدود 110 تا 120000 و بلکه با یک حساب دیگه 150000 رای که به تمام تیکت ها مربوط میشه، فعلا کمیسیون در واقع لادرک است یا آرا معتبر شناخته نشده، در حالی که بر اساس قانون طرز العمل و مصوبات خود کمیسیون این 150000 رای دیگه هم باید اضافه شوه، در حدود 19,35,000 رای معتبر هست. ولی نمیگیم که تمام زیار آزما هست، از بین ازی در حدود 1,50,000 یا 1,40,000 که ما حدس میزنیم، دوروبر 87% تا 90% آرای ما هست که در اینجا ما خیلی متضرر شدیم. با این محاسبات ما یقین داریم که آرای واقعی ما 55% هست، ولی کمیسیون محترم بدون کدام سند و مدرک، همین تو که خدمت شما عرض کردم، در چندین کاتگوری 18,706 یکی، در حدود 110,000 از قبل او 3,200 محل که برخلاف مصوبه شمارش نشده، همین ها را اگر در نظر بگیریم در حدود 4% ما فعلا گم است. این آقای خواتی پیش از انتخابات متوجه شده بودید؟ ببینید، یکی ما با تیم با کمیسیون محترم انتخابات این موارد مطرح کرده بودیم، در مورد همون 13 محلی که 1300 محلی که گفتیم ترانسفر نشده،
گفتیم باید مشکل حل شود. منتظر بودیم تا اعلام نتایج انتخاباتی اینا را حل بکنن، ولی در حین اعلام نتایج ابتدایی متوجه شدیم که متاسفانه اینا را حساب نکردن، نادیده گرفتن بدون اینکه برای ما قناعت بخش یک سندی ارائه بکنن، حتی یک سندی غیر قناعت بخش هم به ما نگفتن که بر اساس این دلیل ما اینا را نادیده گرفتیم. یا مثلا 18706 رای، خب ما نمیدونستیم پیشاپیش که اینا کسر کردن. وقتی نتیجه ابتدایی اعلام شد دیدیم که سقف آرا 1,824,401 رای اعلام شده، تازه ما متوجه شدیم که اینجا 18,706 رای کجا شد، لذا بعد از اون ما ثبت کردیم. و نکته دیگر این که برخی موارد میدانستیم، ولی چون زمان انتخابات همی 3 روزی بود که بر اساس قانون میرسید و کمیسیون شکایت انتخاباتی باید ما مطرح میکردیم، مثل تیمهای دیگه ما بلوا برپا نکردیم که در فضای عمومی، فضای فیسبوک، فضای رسانه ها پر بکنیم که نیتو شده وضعیت. ما بر اساس قانون، چیزی که به ما قانون گفته، 3 روز وقت شکایت هست، به کمیسیون محترم شکایت اینا رو مطرح کردیم بدون از اینکه سر کمیسیون انتخابات فشار بیاریم. البته این که توقع داشتیم مطرح کردیم که بالاخره باید آرایی که ترانسفر نشده و خود شما قبول دارید، مثلا از بین او 500 محلی که ابتدا به ما ایمیل زده بودن، 88 تا صندوق برای نمونه مشنمونه خروار ارزیابی شد که ببینیم چه اتفاق افتاده. خودشون تایید کردن که ترانسفر نشده، انتقال پیدا نکرده مواد، و ما توقع داشتیم که حل شود، ولی یک بار میبینیم نتایج ابتدایی اعلام شده ولی هیچ رسیدگی به اونا صورت نگرفته. و همچنین در ارتباط با 86000 ما حرف داریم. 86000 رای در واقع در ملوک نه باطل اعلام کرده و نه رئیسی ها اعلام کرده، به کمیسیون نامه زده که اودیتبل هست، قابل ارزیابی هست، ولی کمیسیون محترم 3 تا خطا در این قسمت انجام داده. یک، بررسی نکرده. وقتی که میگه قابل بررسی هست، یعنی شما این مجموعه را یک بار سنجش بکنید، ارزیابی بکنید که رای سیاه و سفید از هم تفکیک شوه. دو، این 3 تا کاتگوری بود، دوپلیکیت بود، آرای تکراری، عکس از روی عکس بود و عکسای خیره که آیا شاید 50% پوره میکرد یا نمیکرد. خب کمیسیون محترم آمد این 86000 را کلا تحت عنوان دوپلیکیت باطل اعلام کرد، تازه یک 200 دیگه هم سرش اضافه کرد که اون 200 از کجاست ما خبر نداریم و همه اینا دوپلیکیت نبود. ما مطمئن هستیم که از بین از 86000 رای در حدود 20000 رای سالم در می اومد، یعنی همه اینا قابل ابطال نبود. با کمال دقت که اینا انجام میدادن، بالاخره از بین 86000 90% 80% باطل میشد، ولی یک تعداد از اونها قابل برگشت بود. حالا منتظر کمیسیون شکایت های انتخاباتی کار خودش را بکنه، برفرض اگر نتیجه نهایی هم به نفع شما نباشه، خب قناعت بخش باشه، مطابق طرز العمل باشه، بر اساس مستندات ما میپذیریم. مهمی هست که مستند باشه، ولی هو برداشتی که ما داریم تا حالا یقین که داریم، باز پس از اعلام نتیجه نهایی فرصت شکایت وجود نداره. درست است. بله، اگر قرار باشه که فرض بری میگرفتید که امروز دکتر صاحب عبدالله 50+1 پوره میکرد، ما بهش تبریک میگفتیم. متوجه هستید تو نیست که ما اصلا منطق دموکراسی یعنی همین، رقابت میکنیم، مبارزه میکنیم، مبارزه سیاسی داریم، ولی هر کس که پیرو شد باید به او تبریک گفت. حالا هم اگر بر اساس قانون، بر اساس طرز العمل، بر اساس اسناد و شواهد کافی به دور دوم بره یا یک اتفاق دیگری بیفته، ما میپذیریم، منتها به شرطی که قناعت بخش باشه. چیزی که اسنادی که فعلا ما داریم این هست که رای واقعی ما 55% است. ممنون. به خاطر که 120000 130000 رای تا 150000 رای در اینجا اصلا لادرک هست، حساب نشده. آقای زلان، امین احتمال را که یک کمیشنر مطرح کرد، هرچند این را بعداً تیم دولتساز گفت شاید در تبانی با ثبات همگرایی مطرح شده باشه، چقدر برش خودتان یک بحث جدی است؟ بحث رفتن انتخابات ریاست جمهوری به دور دو. مو قوانین و طرز عملونو تا احترام لرو، که داد و هم داور تزی هم منگ بایمانو، او کچیر تا پده که طول شکایتون ترسیدگی بشی دی آغا پا صورت که طول پاک نپاک رای جدا شی، بیا هم یوسوک برینداره منگ بایمانو با مبارکی هم ورکو. خو رازم دغه ځای ته چې د کمیشنر چې کومې خبرې کړې دي په دې نه زه بحث نه کوم، ځکه زه د کمیسیون بیان نه یم، خو زه یوازې دومره وایم چې د یو افغان په صفت هغه حق لري چې د دې وطن د دې ناخوالو په سر یو نظر ورکړي. رازم د خواتي صاحب یو څو خبرو ته چې دوی مخکې په دې کمیسیون هیڅ نوه شکایت نه درلود. ما مخکې ویلي وو چې دغه دولت ساز ټیم چې په کمیسیون د انتخاباتو شکایت نه کوي، د دوی سره د دوی ترمنځ روابط شته، د هغو روابطو د ثبوت دپاره. لکه مخکې چې اوس خواتي صاحب مهرباني وکړه وی ویلې چې موږ ته ایمیل راغلی دی چې دغلته 1500 صندوقونه هغه بایومتریک کالی پیدا شوي دي، او بیا یې راته ویلي چې نه هغه تر 1400 پورې دي، موږ سره په ایمیل کې دوی شریک کړي دي.
د انتخاباتو کمیسیون مسولیت ته چې چیرته دغه سیمه موارد پیدا کیږي ټول ټیکټونه په جریان کې اچوي ناظر نهادونه په جریان کې اچوي روزمره به هم ټیکټ هو بخنه غواړم موږ ته دغه سیمل نه درغله خو کچې ته موږ ترغله به ما دا خبر نه کوله کمیسیون دې هم دغه اسناد رایه کی او ناظر بنسټونو ته ورسره د شکایتو کمیسیون ته به دا اسناد د ایمیل بدوی لګل هغه ته نه دی لګل زه ډیر خپکیږم په دې چې یو څوک چې د چا سره مرسته وکړي ورسته غمرسته کوونکی تر خپل لاندې کوي دا غ ډیر جبر او ظلم راته ښکاری ما ویلی و چې نور کمشنران چې په ماباس کې پراته دي همدې ډاکټر غنی پارلماني انتخابات پاندې کسانو مهندسي کړل وکیلان پارلمان ته ولیږل دوی ماباس ته ولیږل دا ځل هم په دوی انتخابات مهندسي کړل دای په ریاست جمهوریت ته لاړ شي لکه بل ځای چې چیغې پکې وکړي او دغه کسان به ماباس ته ځي دغه د دوی د مباسته د تلو دغه د موارد ورته برابر یعنی شما به باور رسیدین که آقای غنی میره بر ریاست جمهوری هیچ عنوان نه به هیچ عنوان نه یالو گفتید دیروز خود انتخابات ابتدایی خو اعلان کرد ما گفتن که دیروز چی زدن خب ز یو بل شه در توه دوی لی چې اتات یا صندوقونه وات چرل شول پرون د دوی یو کس ما سره په هغه کې په خورشید تلویزیون کې ناس و هغه چې اتات یا بایومټریک اهلی مونږ وات چرلې دا وای چې ناسن دکونه مو وڅړل اول خو دوی ته هماهنګي په کار دي چې کله یو څوک تخته او درغلي کوي لکه د ورتکینی خبره د سره کوردینه کوي بیا د رسنوي تراو باسي پرون د تاسې دغه بس هم ګورې د خورشید تلویزیون بحثو ګورې چې په خورشید تلویزیون کې د ماده ترمن ځان دا موضوع و دراتوي چې اتاتیا بګه بایومټریک علی وڅړل شوی چې پاګه کې 15 یا 100 د دولت ساز رايا و در حالي کې په بایومټریک علی کې رايا نه معلومیږي چې د دادي چا ده خو نن مغه خبره خواتی صاحب ته په کامل احترام د تحریف کړی دی وایي چې نه صندوقونه وڅړل شول وخت چې یو صندوق څړل کیږي نور تاسو نور ټیکټونه هم شته دغه پښتون نه لري ناظر برسټونه شتون نه لري او د شکایتو کمیسیون شتون نه لري حکومت اساسي تاته د اجازه درکړه یو دوه هم د 10 صندوقونه چیرته پیدا شول ګوره د کمیسیون د انتخاباتو خو آنلاین سیستم لري دو هم دا دوی د غټول د خپل محلونو په څلور روزو محلونو کې دوی انتخابات کړي څنګه دوی نه د صندوقونه ورکو مخکې هم چې ته دا اعلان دوی کړی دی چې مونږ صندوقونه ورک دي یا بایومټریک عالم ورک دي یو څه وخت کې ویلي وو چې ځنې عالی د زورواکو لخوا وړل شوي دي که د زورواکو لخوا وړل شوي دي خو دلته نه دي که نه چې د کمیسیون په دننه پیدا شي خو په اطرافو کې وي دي خلکو سره به وي که نه نو دلته خو یې نه دي راوړي اوس دوی وایي چې د کمیسیون دننه پیدا شوي آیا کمیسیون دننه داسې مخصوص ځایونه لري لکه امنیتي ملي ژورې کوټې چې د بعضو نه بعضې خلک نه وي خبر کمیسیون کې خو نه کمرې لګېدلې دي هغلته خو مامورین ناست دي هغلته خو خلک څارنه کوي هغلته خو په هر اتاق کې وظیفهدار شته دی دوی د یوه دروازې د ماتولو هڅه وکړه دروازه یې ماته کړه غوښتل یې چې د هغې لارې یو څه چې څه دوی په پلان کې وغه ترسره کړي ولې ټول افغانستان په وغه کېده نو څنګه کولی شي چې 1500 د بایومټریک الی په داخل د کمیسیون کې یا صندوقونه ورکیږي او کمیسیون دې ترنه خبره وي دا دې بله مسله ګوره مونږ همدا وایو چې دوی هیڅ شته احترام نه لري نه قوانینو ته احترام لري نه طرزالعملونو ته احترام لري ګوره هغه وخت کې چې د دوی په نفع وه غږ هم نه ایستو کله چې د دوی په توان کې سرغلی و کمیشنر یوازې لیدي چې د انتخابات به دویم دور ته ځي چېغو پیغې بد حالت جوړ کړی دی چې تر څو هغه د ملت 200 میلیونه ډالر چې د خزاینو د دولت نه ایستلي دي هغه حپمیل شول هغو ته په تشویش کې دي چې دا ځل به بیا دومره پیسې د کومه نه کوو ګوره په دې وطن کې په خلکو رحم پکار دی په دې ولست رحم پکار دی اقتصادي پکر کوم ځای ته رسیدلی دی د خلکو اقتصادي وضعیت په کوم ځای کې دی دوی د انتخاباتو نه څه شی جوړ کړی دی د انتخابات خو خلک ګټي او بایلي ګټل بایلل خو په انتخاباتو کې وي خو په پاکو رایو پریږده انتظار وکړه یو میلیون رایې همدا اوس د څه کمې انتخاباتو کمیسیون باطلې کړې دا رایې د چا وې د زیاتو رایې اندازه چې باطلې شوي دي په ننګرهار کې دي په پکتیا کې دي په قندار کې دي په هلمند کې دي په کونړ کې دي دغه ولایتونو کې د خلکو ته هم کامل احترام لرو ولسونو خدا تخته نه دی کړی ولسونو خدا تخلف نه دی کړی ولسونو خدا درغلی نه دی کړی ځکه که ولس کړی به خو د ولس رایه خو باطلیږي نه دا خو مهندس شوي انتخاباتو د والی لخوا د کماندان لخوا د ولسوال لخوا چې د دوی لخوا ورته وظیفه ورکړل شوې وه اوس په دې جرم څوک باندې شو په دې جرم څوک محکمې ته ورکړل ګوره دا ارزښتونو ته نه قایلېدل د ارزښتونو سپکاوی بخنه غواړم دوی پیل کړی دی انتخابات په افغانستان کې بدنام کړل ډیموکراسي بدنامه کړه کوتاه وخت هم پرست احترام نه لري ممنون استاد آقای سالان بسیار کوتاه آقای خواتی اگر حرف دارید نشاره کنین که بعد میریم به استودیو فقط در ارتباط با صحبت های جناب آقای زالان اولا بحث مهندسی پارلمان توسط رئیس جمهور مطرح میکنه اگر قرار بود که پارلمان رئیس جمهور مهندسی کرده بود امروز
امروز تعداد کثیر از پارلمان چطور به نفع عبدالله صاحب بعضی نمایندگان اظهار نظر کرد، شما هم شنیدید دیگه نه که انتخابات به دور دو بره و نمیخوام باطل شده. خب یک حق خدا را که خب بحثی هست، میرم صدا خو باید بکشه. خب شما میگید اگر قرار باشه که رئیس جمهور رو نماینده ولی پول از پیششون گرفت دیگه اینا را باید فرصت ماست نوبت ماست بسیار کوتاه. خب یک نکته دوم، بنابراین باید اونها همیشون به نفع رئیس جمهور صحبت بکنن در حالی که رقم نیست. دو، بحث قائم کردن صندوق ها رو مطرح میکنن. ما بارها ناظرین ما گزارش داده ولی ما رسانه ای نکردیم. آرای را که تصفیه کرده بودن در کمیسیون، یک دفعه ناظر ما متوجه میشه که کاتگوری کلان را دوباره پس آوردن، این طرف گذاشتن همونایی که تصفیه شده بود که باز دوباره گدبت شد. باز بس ایمیل منکر میشن گویا ما یک ارتباط سری داریم. این ایمیل است به دکتر صاحب عبدالله که شما طرف کمیسیون میبینید، اینا میگه با ما ارتباط نداره. خب یک روند عادی هست که گزارش های خود ایمیل میکنه. تنها کاغذ بالا نکو، بگو ایمیل. ایمیل هست 10 صفحه هست. بس خدا محترم انتخاباتی موارد 10 صفحه است. 10 صفحه درباره 102000، درباره 300000، درباره موارد بالا میکنین مردم اصفهان. خب وقت زاد نه، من میگم یک امر طبیعی است، ما متهم نمیکنیم. بس دیگه ای است که شما نصف شب بودید خبر شدید. وقتتون تمام است، ممنون حضور شما مهمانان در این برنامه. شما خبر شد نو بجا که در بسته شده مون خمی پمانه دی ټاکنیز خبرونه دی برخه ته مو ارکلای دی د ټاکنیز شکایتونو رسیدنې بهیر پر څرنګوالی با د ټاکنو خپل واک کمیسیون د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون بیان دی زرمینه حق چوکا کړ سرلنده مرکولر مخو تر د می ورس. د خبرونه دوام ته خرغلی مننه. هغه لکه کار چې وخت مو راکړی د ټکنیز شکایتونو د څېړنې بهیر پیلیدنې نوي پرمختګونه او وروستي جزئیات څه دي؟ سلام بر شما و بینندگان عزیزتان. به تعداد 16500 شکایت که به کمیسیون ولایتی که بیشتر از 75% از به کمیسیون مرکزی به ثبت رسیده بود، طی 3 روز ما در حال اسکن کردن شکایات به ولایت بودیم. در اکثر ولایت مرحله تصنیف تمام شده، خصوصا در ولایت کابل و در تعداد از ولایت که تازه دیروز شکایت رسیدن فعلا در حال تصنیف بندی است. امکان داره فردا ولایت کابل و چندین ولایت دیگر بررسی آغاز کنند. دا چې 90% تو کې ولایتونو ته رسیدي، 10% به یې تاسو یادونه وکړه چې تر سبا ورځې پورې ښایي پای ته ورسیږي. د تصنیف بندۍ برخه کې مو شکایتونه د کومو موضوعګانو پر بنسټ په 14 برخو ویشلې او کومه موضوع ډیر شکایت لري؟ زمانی که مرحله تصنیف بندی آغاز میشه، درجه بندی میشه شکایات که روی کدام موضوعات است. 16 موضوع تا فعلا ذکر شده که عبارت از تفاوت رأی بایومتریک با فرم نتایج می باشه، افزایش آرا به نفع کاندید، کاهش آرا بر ضرر کاندید، شمارش آرای یک کاندید به کاندید دیگر، استعمال رأی قبل از وقت معینه، استعمال رأی بعد از وقت معینه، آرای بدون بایومتریک، ابطال محل رایدهی بدون دلیل، مفقود شدن فرم نتایج، تغییر در فرم نتایج بعد از بازشماری، آرای مشکوک، شکایت ناشی از دستگاه بایومتریک، شکایت غیر موجه، جانبداری کارمندان کمیسیون در پروسه بازشماری، شمارش آرا در غیاب ناظرین و همچنان سایر موارد دیگه است که تا فعلا موضوع بندی شده. په دغه تړاو ډیر شمیر په بې ساري توګه شکایتونه په ثبت رسیدلي دي. هغه شکایتونه چې پرته له اسنادو تاسو سره په ثبت رسیدلي وي، ځکه چې بخت نیونکی هم بلل کیږي دغه شمیره چې په ثبت رسیدلي، هغه سره به مو چلند څه وي؟ قسمی که شما میدانید کمیسیون شکایت انتخاباتی یک محکمه انتخاباتی است و طبعا هیچ محکمه بدون اسناد و شواهد رسیدگی نمیکنه و فیصله ابلاغ نمیکنه و قابل قبول از اون موارد نمیباشه. هر اون موردی که به اساس مستندها و شواهد باشه برای کمیسیون شکایت انتخاباتی قابل قبول است. زمانی که شکایت به ثبت میرسن، ما از جوانبی که متعرضین هستن و شکایت به ثبت رسانیدن، از اینا اسناد و شواهد موجه که ثابت بسازه واقعا چنین تخطی، تخلف و یا هم جرم انتخاباتی صورت گرفته میخواییم. اکثرا شکایاتی که به پیش ما به ثبت میرسه، تجربه‌ای که ما داریم، اکثریت از اینا به اساس از اینکه یا تکراری میباشن، در عین موضوع میباشن و یا هم اسناد و شواهد موجه وجود نمیداشته باشه رد میشن. به می اساس ما از دستای انتخاباتی قبلا هم خواسته بودیم شکایت را که درج میکنن، شکایت را درج کنن که به اساس اسناد و شواهد باشه و همچنان شکایت تکراری نباشه که وقت زیادتر در بر نگیره. تنها شکایت را در موردش فیصله قانونی ابلاغ میشه که به اساس اسناد و شواهد
شواهد باشه، شکایت که اسناد و شواهد ندارن رد خواهد شد. تر طول دیر شکایت لرون که ولایتونه کم دی او تر طول لگ شکایت به کم ولایتونه که به ثبت رسیده؟ اکثریت شکایت که به ثبت رسیده در ولایت کابل به ثبت رسیده، در پلویزو در دفتر مرکزی به ثبت رسیده و همچنان ولایت بلخ، پنجشیر، پروان ولایتی است که بیشتر شکایت به ثبت رسیده. شکایت که آمار کمتر، ولایت که آمار کمتر شکایت ما در او داریم، ولایت بودن که در اکثر ولسوالی های از او به اساس از اینکه اوضاع ناامن بود و یا هم مشکلات امنیتی وجود داشت، در اکثر ولسوالی از او ولایت انتخابات صورت نگرفته بود. بیشترین آمار شکایت ما در ولایت کابل داشتیم. دی پر بنسټ تاسو د شکایت ثبتونې لومړی ورځو کې ژمنتیا ښودلې وه چې د قانون پر بنسټ څلوېښت ورځو په ترڅ کې به تاسو خپلې چارې بشپړې کړئ او پایله به یې وړاندې کړئ. خو اوس چارو ته مو په پام سره، شکایتونو کچې ته په پام سره څه فکر کوئ چې آیا پر کرن نیټې به تاسو پایله وړاندې کړی شئ؟ متاسفانه شکایاتی که به ثبت رسیده بود شکایت غیر قابل تصور ما بود که در این حد شکایت به ثبت برسه، ولی متاسفانه ما فکر نمی کنیم که در مدت 11 روزی که کمیسیون های ولایتی وقت دارن به شکایت رسیدگی کنند، چون یک مشکلی بود که آمار شکایت خیلی بالا بود، مشکل دوم که 3 روز وقت ما را در بر گرفت، اکثریت شکایات کاندیدا و دسته های انتخاباتی در کمیسیون مرکزی به ثبت رسانیده بودن نه در دفاتر ولایتی و ارسال اسکن کردن از اینا با ولایت وقت زیاد را در بر گرفت و فعلا 11 روز کمیسیون های ولایتی وقت دارن که شکایت بررسی کنن. حجم شکایت هم خیلی زیاد است و پروسه یک پروسه ملی است، برای ما شفافیت و عدالت انتخاباتی مهمتر از وقت است، گرچه شاید تقویم نقص شود، ولی هدف ما این است که شفافیت انتخاباتی برقرار شود. امکان داره میاد بیشتر در بر بگیره، ولی نهایی ترین تلاش ما میخواد بود که در مدت 11 روز همکاران ما بتوانند به تمام شکایت رسیدگی کنند. یوش می تکنیز شکایتونو پرزمخ که نیوکا پرده دلوده چه شکایتونو کمیسیون که چاری پا پتساتو گروانی دی پدی تراو مزواب سده ای دغه پتسوالی لامل سده ده کارکون کو او بشری زواب کموالایی که نور لاملونه هم لری؟ مشکلاتی که در کمیسیون وجود داره، یکی از مشکلات تکنیکی وجود نداره، پرسنل ما تکمیل است. یگانه دلیلی است که آمار شکایت خیلی زیاد است و اینا باید درجه بندی میشد، اینا تقسیم بندی میشد، ولایت مربوطش تقسیم میشد، از هر ولایت به از هر شکایتی که مربوط ولایت مشخص بود بر ازو اسکن میشد، ارسال میشد. مشکل خاصی نیست چون آمار شکایت خیلی زیاد بود، ولی تلاش نهایی ما همین خواهد بود اگر نیاز شود که ما نیروی کاری را بیشتر بسازیم، نیروی کاری را هم بیشتر خواهد ساختیم، به خاطر از اینکه بتونیم به میاد معینه بررسیایی را که انجام دادیم نتایجش ابلاغ کنیم. ستاسو یو کمیشنر یو ځانګړی ټیکټ سره پر توانی تورن دی، په دې تړاو مو ځواب څه دی؟ څه فکر کوئ چې دا به د کمیسیون بې پرې والی یو خپلواکي تر پوښتنې رانولي؟ موارد را که یکی از کمیشنرهای کمیسیون شکایت انتخاباتی بیان کرده بودن، اونا از امکانات حرفیده بودن، مشخص نگفته بودن که 100% انتخابات به دور دو میره و یا هم 100% ما اکثریت ولایت بازشماری میکنیم. اونا از امکانات حرفیده بودن و من فکر میکنم صلاحیتشان است که از امکانات بحرفن، فقط اگر داشت و یا هم شاید داشت حرفایشان مشخص به نفع هیچ کاندید اونا کار نمیکنن و همه هیئت رهبری کمیسیون شکایت انتخاباتی مستقلانه و مصمم بر این هستن که به اساس قوانین و طرز العمل ها حرکت میکنن. از دسته های انتخاباتی خواهش ما این است که بگذارن پروسه به طور درست مدیریت شود و پروسه به طور درست پیش برن و از برچسب زدن ها خودداری کنن. حمایت رهبری کمیسیون شکایت انتخاباتی مستقل هستن، بر از اونها معیار احمد و محمود نیست. هدف ما، چون ما یک محکمه انتخاباتی هستیم، هدف ما این است که شفافیت و عدالت انتخاباتی را برقرار بسازیم. هیواد کې سیاسي وضعیت ننګون کې، بلکې یو کړکیچ هم د ټاکنیز شد ټاکنو خپلواک کمیسیون د ات او په تړاو دی چې ټکټونه پرې ات اوی لري. څه فکر کوئ که چیرې دغه ات اوی پر تاسو هم ولګول شي، له دغو سیاسي فشارونو مو د ژغورنې کړنلاره څه ده؟ کمیسیون در نخست کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی یک کمیسیون مستقل است و به هیچ کس اجازه مداخله را نخواهد داد. تحت هیچ عنوان از کس فرمان نمیگیرن، تنها چیزی که ما از فرمان میگیریم قوانین و طرز العمل ها است و به مردم افغانستان اطمینان میدیم که تحت هیچ فشار سیاسی قرار نخواهد گرفتیم. هر آنچه که قوانین و طرز العمل ها ایجاب کنه به اساس مستند هایی که در مورد شکایات بر ما تسلیم میشه تصمیم خواهد گرفتیم. څنګه چې د شکایتونو سیرنی بهیر کې
پر رونتیا ډیری ټکټونه ټینګار کوي. د رونتیا ټینګښت لپاره مو کړنلاره څه ده؟ څو ستاسو د چارو پایله ټولو به ګډو او ټکټونو ته د منلو وړ وي؟ بسیار خوب. هدف اساسی ما می است و نهایتا تلاش ما فعلا بر این است که مدت میاد 11 روزه که کمیسیون های ولایتی دارن بتونن در میاد 11 روز به تمام شکایت رسیدگی کنن، و اگر نیاز بر این باشه که نیروی کاری ما در کمیسیون بیشتر بسازیم، این کار هم انجام خود دادیم. نهایی ترین تلاش ما می خواهد بود که بتونیم شکایت بر میاد معینه که قانون بر ما وقت داده که 15 روز کمیسیون ولایتی وقت داره و 15 روز هم کمیسیون مرکزی به خاطر بررسی قضایای استنافی، نهایتاً در میاد 39 روز شکایت بررسی کنیم و نتایج با مردم افغانستان شریک بسازیم. لشنم مننه کور ودان آقالی کاکر، ستاسو لاملتی هم منندوی یه مطل پاتی دیوی هیب وات می.